الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، از آيات سورة مباركة حجرات دشب سخن گفتیم و از آفتهایی که خداوند ذکر فرموده است برای اخوت و برادری مسلمانان. بعد از اینکه اخوت و برادری مسلمانان را خداوند اعلام می کند، به آفاتی هم اشاره می کند که امکان دارد این اخوت و برادری را پایمال بگرداند یا خدشه‌دار بسازد، که از جمله اون آفات گفتیم تکبر است، خود برتربینی که باعث سخریه یا استهزا و مسخره کردن و اهانت به دیگران می شود، باعث تحقیر دیگران می شود، باعث به اصطلاح دست انداختن دیگران، ادا در آوردن از دیگران، نام گذاشتن و نامهای زشت مثلا روی دیگران گذاشتن، لقبهای ناجور و عیب جویی کردن از دیگران، همین ها نتیجه کبر و خود برتربینی انسان است که این مانع از اخوت و برادری است، چون شرط برادری برابری است که انسانها خود را دیگران را برابر با خودشون بدانند. کسی خود را تافته جدا بافته از دیگران احساس نکند. این است که این شرط اخوت و برادری است که در قرآن به این نکته توجه شده است. نکته دومی که میتوان از آن به عنوان آفتی خطرناک برای برادری و اخوت مسلمانان یاد کرد، سوء ظن و بدبینی است. سوء ظن ها و بدبینی ها نسبت به هم دیگر یکی از آفات خطرناک اخوت است. وقتی انسان ها از در بدبینی با هم روبرو بشوند و درباره هم رفتار بکنند، بدبین باشند نسبت به هم دیگر، این سوء ظن ها خیلی مشکل ساز است در جامعه. این است که توصیه شده است که انسان‌های مؤمن نسبت به خود گمان خیر داشته باشند همیشه. نص قرآن است که لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. اصلی را بیان میکنه خداوند در رابطه با همون قصه افک البته هست، ولی خب این اصل کلی هست ظاهرا که چرا هنگامی که آن را شنیدید مردان و زنان مؤمن نسبت به خودشون گمان خیر نبردند که بگویند این دروغ آشکار است یا این تهمت است. وقتی انسان نسبت به یک فرد مسلمان یک بهتان و تهمتی را میشنود، شایعی را میشنود، مثلا فلانی این کار کرده است، فلانی اینطور گفته است، سوء ظن باعث میشود که انسان اون حرف را باور بکند. اما اگر انسان خوشبین باشد نسبت به افراد مسلمان، خب قطعا خیلی از این شایعات را باور نمی کند، شایعات کاملا بی اساس، حرف های همطور مندرآوردی که الان انسان ها بر روی هم سوار می کنند. یک شخص از روی غرض و مرض میاد تهمتی روی یک انسانی سوار می کند، فلانی این کار است، مثلا فلانی اینطور گفته است، اینطور رفتار کرده است، این کار را از او من مثلا مشاهده کردم. خب این غالب اینها تهمت هایی است و افتراهایی است و شایع سازی ها و جف سازی ها علیه انسان هاست که متاسفانه وجود دارد در خیلی از جوامع، و همون باعث می شود که این سوء ظن به اصطلاح نمود پیدا بکند و انسان ها بر اساس سوء ظن این تمام این شایعات را باور بکنند. این است که توصیه شده است که انسان هر حرفی را باور نکند. ایاکم و ظن فان الظن اکذب الحدیث، بر حذر باشید از ظن بد، زیرا که ظن بد، سوء ظن بدترین گفتار است. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما یسمع، بس است برای انسان از دروغگویی که هر چه شنید بگوید، به زبان بیاورد. کافی است که انسان هر چه که شنید به زبان بیاورد، می شود دروغگوی کامل، دروغگوی ششدم به اصطلاح، که انسان هر حرفی را که شنید فورا نقل بکند برای دیگران، چون غالب این حرفا شاید دروغ باشد، بدون تحقیق انسان نقل بکند. خب کسی که دروغی را نقل می کند شریک جرم است. کسی که دروغی را نقل می کند اینطور نیست که اون فرد دروغگو فقط مجرم باشد. اونهایی که
دروغ را نقل میکنند و پخش میکنند، به اصطلاح اون شایعه را پراکنده میکنند، پخش میکنند، در جامعه رواج میدهند، اونها هم یک بهره ای بردن از اون دروغ دیگه. اونها هستن که اون بازار اون دروغ را گرم کردن و اون دروغ را در جامعه پراکنده ساختن، پخش کردن که به همه جا برسد. اگر نه همون دروغ در نطفه خفه میشد، اگر انسان های مؤمن زیرکانه نسبت به آن رفتار بکنند. اینه که شایعه پراکنی ها معمولا بر اساس همون سوء ظن است که انسان ها نسبت به همدیگر دارند، که حرف ها را باور میکنن فوراً. اما اگر انسان مؤمن نسبت به انسان های مؤمن خوشگمان باشد، هرگز این دروغ ها را باور نمیکند. میگه این معلوم نیست، من باور نمیکنم، باید تحقیق بکنم. انسان باید تحقیق بکند و اگر احیانا احتمال دار که شایعه یا دروغی در کار باشد، برود تحقیق بکند. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اون چیزی که علم نداری و آگاهی نسبت به اون نداری، به دنبالش مرو. هر حرفی را باور مکن، هر حرفی را هم نقل مکن، زیرا که شنوایی و چشم و بینایی انسان و دل انسان، همین ها مسئولیت دارند. روز قیامت از اونها سوال می شود. این است که انسان ها باید خیلی هوشیارانه نسبت به این قضیه رفتار بکنند. خلاصه کلام این که سوء ظن و بدگمانی یکی از آفتهای اخوت و برادری است که کلن اخوت را و برادری را پایمال می کند، انسانها را نسبت به همدیگر بدبین می کند، نفرت ایجاد می کند، که انسانها از هم ببرند، نفرت پیدا بکنند، با هم پشت رو بشوند. وقتی انسان نسبت به یک انسان مؤمن پاک بدگمان شد، دیگه معلوم است دیگه اصلا حساب آدم دیگه نمی کند. اصلا نه که حساب برادر بکند، بلکه حساب آدمش هم نمی کند. اگر انسان نسبت یک انسان مسلمان درست بدگمان بشود به دروغ، این است که سعی بکند انسان از در خوشگمانی بر بیاید، همیشه میدان برای بدگمانی هم ایجاد نکند. این خیلی مهم است، میدانی برای بدگمانی انسان ایجاد نکند که جوی ایجاد بشود که دیگران نسبت به او حتی گمان بد ببرند. نباید انسان اینطور باشد، یعنی بهانه به دست کسی بدهد، بهانه به دست انسان‌های بدگمان بدهد که نسبت به او گمان بد ببرند. باید انسان طوری رفتار بکند، خیلی زیرکانه، خیلی هوشیارانه، که مو لای درز رفتارش نرود به اصطلاح که کسی بخواهد مثلا او را زیر سوال ببرد، تهمتی بر او سوار بکند. اینم جنبه دیگر قضیه است. در حدیث آمده است در همین چند ایامی در ماه مبارک رمضان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اعتکاف نشسته بود. ام المؤمنین صفیه ظاهرا همسرش به ملاقات او آمد در مسجد، لحظاتی با او نشست و بعد بیرون شد. ظاهرا موقع شب بود دیگه، خانه امهات المؤمنین هم غالبا نزدیک بود، داخل صحن مسجد یا بعضی بیرون از صحن مسجد، ولی در نزدیک بود دیگه. او از مسجد بیرون رفت، حالا چه موقع از شب بود معلوم نیست، ولی خب ظاهرا شاید اوائل شب بود است. بالاخره او از مسجد بیرون رفت، حالا دقیقا شب بوده است یا روز بوده است این تعیین نشده است، لازم نیست که حتما شب باشد یا روز باشد، مهم نیست این مسئله. مهم این است که او بالاخره در حالی که داشت از مسجد بیرون می رفت، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او را بدرقه کرد تا دم در، تا دم در مسجد، در خروجی. اونجا چند لحظه ای صحبتی بود، کلامی بالاخره وجود داشت و دو نفر از انصار از اونجا رد می شدن، از در مسجد مشاهده کردن بالاخره که پیامبر با او با همسرش ایستاده است و خیلی شتابان رد شدند، شاید او را نشناختند که کی هست. با شتاب خواستن رد بشوند، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اونها را صدا زد، فرمود بیایید، این صفیه است، همسرم هست. گفتن سبحان الله یا رسول الله، مگر کسی به شما گمان بد میبرد؟ پیامبر خدا هست دیگه، پاکترین افراد بشر، حالا هر کسی باشد، برای ما بالاخره ما از تو اطمینان داریم. گفتن فرمودن